ماشین واشر زده. آقا دلیل سوختن واشر سرسیلنده این ماشین رادیاتور بوده. تفاوت‌های رادیاتورهای دلول یا تابستونی یا گرمسیری و با رادیاتورهای معمول، بحث ما علائم خرابی رادیاتور ماشینتونه، در صورتی که اینا لوله نیست، اینا کانال هستن. اگر خواستی عوض کنی از این مدل نصب کن. توی این ویدیو می‌خوایم علائم خرابی رادیاتورها، رادیات تابستونه یا دلول چیه و چه فرقی با معمولی داره، کلن نکات مهمی که شما باید در مورد رادیاتور خنک کننده ماشینت بدونی، مطالب مفیدی و خدمتتون عرض کنیم. پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید. خیلی مخلصیم. Years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own. سلام و عرض ادب خدمت دوستان کار درست خودمون در تعمیرگاه برق خودروها جیان. رفقا دلیل سوختن واشر سرسیلند این ماشین خرابی و نشتی رادیاتور بوده. رادیاتور یکی از اجزای مهم ماشین شماست. وجود ایراد توی رادیاتور یا توی عملکرد اون باعث میشه که دمای آب بالا بره، در نتیجه موتور ماشین شما اوورهیت کنه یا زیادی داغ بشه و ایرادهای موتوری توی ماشینتون به وجود بیاد. اولین علامت خرابی رادیاتور ماشین شما بالا رفتن آمپر آب ماشین شماست. اگر آمپر آب ماشینتون بالا میره، مخصوصا زمانی که موتور فنها دارن کار میکنن، یعنی فنهای خنک کننده دارن میچرخن، ولی آمپر آب ماشینت بالا میره به جایی که پایین بیاد، احتمالاً رادیاتور ماشینت مشکل داره. علامت دوم که خیلی اهمیت داره، وجود آثار رطوبت و خیس شدن اطراف رادیاتور ماشین شماست. اگر دوروبر رادیاتور زنگ زدگی دیدید، رسوبات و گچ آب دیدید، اگر رنگ سبز به جای مونده از ضد یخ دیدید روی رادیاتورتون هست، حتما اون رادیاتور رو چک بفرمایید، چون که احتمال داره اون رادیاتور نشتی داره و اگر باهاش برید توی جاده، احتمالاً آمپر آب ماشین بالا میاد و کار دستتون میده. سومین علامتی که باید بهش توجه کنید اینه که ماشینتون یا رادیاتور ماشینتون زیاد هوا میگیره. علامت هوا گرفتن اینه که رادیاتورتون به صورت یکسان داغ نمیشه. مثلا یک گوشه از رادیاتورتون سرده، یک گوشش داغه. اگر ماشینتون یا سیستم خنک کننده ماشینتون زیاد هوا میگیره، حتما رادیاتور ماشینتون رو بررسی کنید. علامت مهم بعدی که باید بهش توجه کنید اینه که اگر اطراف داشبورد ماشینتون یا محدوده بخاری ماشینتون صدای قلقل یا صدای شرشر شنیدید، این یک علامت مهم هست که توی مکانیزم خنک کننده ماشینتون نشتی وجود داره. موتور ماشین شما از دو بخش اصلی تشکیل شده. بخش بالاییش بهش میگن سرسیلند و بخش اصلی موتور بهش میگن بلوکه سیلندر. متریال یا جنس سرسیلند از آلومینیوم هست و بلوکه رو اومدن از چدن ساختن. اگر دو تا فلز غیر همنام در مجاورت هم باشن و حرارت هم وجود داشته باشه و آب هم وجود داشته باشه، بین این دو تا فلز یک اتفاقی میفته یا یک واکنش شیمیایی به وجود میاد به نام خوردگی الکترولیتی. این دوتا فلز به خاطر حرارت و به خاطر وجود آب بینشون یک بار الکتریکی خیلی خفیفی به وجود میاد که در طول زمان باعث میشه که بینشون خوردگی به وجود بیاد و اون فلز از بین بره. جالب اینجا بدونید که دوتا عنصر به این واکنش شیمیایی سرعت میدن. عنصر اول کلور و عنصر دوم سدیم هست. کلور و سدیم داخل آب شور و آب شهری که ما استفاده میکنیم به وفور پیدا میشه. پس به این خاطره که خدمتتون میگیم آقا آب شور توی موتور ماشینت نریز. شما باید برای سیستم خنک کننده یا از آب مقطر استفاده کنید یا از کولنت ها استفاده کنید یا از آب رادیاتور، که به نظر بنده شما اگر از آب مقطر استفاده کنید به علاوه ضد یخ و ضد جوش، خیال خودتون رو راحت کردید. ضد یخ ها هم ضد یخن هم ضد رسوبن
هم ضد خوردگی. حالا ممکنه شما دوست عزیز از ما بپرسی آقا رادیاتور و ماشینم مشکل داره و میخوام تعویزش کنم، پیشنهاد شما چیه؟ این رادیاتورهای دلول، رادیاتورهای تابستانه یا ترافیکی، اینا چه فرقی با رادیاتور فابریکی دارن؟ فقط قبل از اینکه بریم جواب این سوال رو بدیم، اگر اتفاقی کانال ما رو دیدید دکمه سابسکرایب رو بزنید و با ما همراه باشید. هدف ما اینه که هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم. اگر ویدیوهامون به نظرتون مفیده لطفاً با لایک به ما دلگرمی بدید. این لایک کردن شما در اصل به ما بازخورد میده که ما متوجه میشیم مطالبمون براتون مفید هست یا نیست. بریم توی تعمیرگاه تا پاسخ این سوالتون رو مستند خدمتتون عرض کنم. ممکنه شما سوال بپرسید آقا این رادیاتورهای دلول، رادیاتورهای تابستانه، رادیاتورهای ترافیکی و توی بازار هست، چه فرقی با رادیاتورهای معمولی دارن؟ در پاسخ باید خدمتتون عرض کنم همونطور که اطلاع دارید ماشین‌هایی که توی مملکت ما تولید میشه عموماً طراحی شرکت‌های اروپایی یا شرکت‌های چینی هست و این ماشین‌ها برای شرایط آب و هوایی گرم و خشک ما طراحی و تولید نشدن. بر این اساس اکثر این ماشین ها توی شرایط گرم و خشک ما دچار مشکل میشن، آمپرشون بالا میره، جوش میارن و یک اینطور مشکلاتی براشون به وجود میاد. شرکت های سازنده داخلی اومدن گفتن آقا ما چه کار کنیم که این آب رادیاتور ماشین رو بهتر خنک کنیم و موتور ماشینمون کمتر جوش بیاره و یک دمای نرمالی داشته باشه. بر این اساس اومدن یک تغییراتی توی رادیاتور اعمال کنند. اونطور که اطلاع دارید هر چقدر حجم بیشتری از آب رادیاتور وارد لوله‌ها یا داکت‌های رادیاتور بشه، خب خنک‌کاری بهتری انجام میشه، چون که حجم بیشتری از آب در معرض هوای خروجی از موتور فن‌ها قرار میگیره. شرکت‌های تولید کننده اومدن عرض این کانال‌ها رو از 25 میلی‌متر تبدیل کردن به 35 میلی‌متر. الان این یک رادیاتور معمولی یا همون رادیاتور فابریکی پژو 405 پارس و سمند XU7 هست. عرض این کانال از 25 میلیمتر تبدیل شده به 35 میلیمتر. پس این رادیاتورهای گرم سیری یا رادیاتورهای دلول یا رادیاتورهای ترافیکی که توی بازار هست، تفاوتشون در عرض کانالهاشونه. الان این دوتا رو ببینید، این رادیاتور فابریکی و اینم رادیاتور اصطلاحاً دلول، حدود 10 میلیمتر عرض کانال‌ها بیشتر شده. در نتیجه اون مایع کولنت یا اون مایع به اصطلاح خنک کننده ای که وارد رادیاتور میشه حجمش بیشتر میشه و بهتر خنک کاری انجام میشه. این رادیاتور رو ببینید رفقا، این رادیاتور مربوط به همین ماشینیه که واشر سرسیلند سوزونده. ببینید این کانال‌ها رو، کانال‌های این رادیاتور کیپه، مخصوصاً در قسمت‌های پایینی رادیاتور. چرا این اتفاق می‌افته؟ کانال‌های پایینی، شاید بپرسید چرا کانال‌های پایینی کیپ شده ولی کانال‌های بالایی، می‌بینید؟ کانال‌های بالایی خیلی آسیب ندیده. علتش اینه که رسوبات، جرم، گچ یا هر آن چیزی که توی آب شرب ماست سنگین‌تره و میاد توی قسمت‌های پایینی ته‌نشین میشه. علت اینکه رادیاتور و ماشین کانالهاش به این روز میفته و کیپ میشه و باعث میشه ماشین شما واشر سرسیلند بسوزونه، عدم استفاده از آب رادیاتور ضد یخ و ضد جوش هست. قبلا توی یک ویدیو خدمتتون در مورد ضد یخ توضیح دادیم که آخر همین ویدیو میتونید لینکش رو به اصطلاح کلیک کنید و ببینید. ولی رفقا ضد یخ هایی که توی بازار هست هم ضد جوش هستن و هم ضد رسوب. حتما توی ماشینتون، حتی اگر توی مناطق گرمسیری هم هستید، ضد یخ بریزید و حتما از آب رادیاتور استفاده کنید. آب معمولی و آب شربی که ما داریم این بلا رو به سر رادیاتور میاره. حالا دوستان یک نکته هم خدمتتون عرض کنم رفقا، رادیاتورهای محصولات سمند 405 و پارس، کلن
رادیاتورهایی که روی ماشینای موتورای XU7 قرار داره در دو مدل تولید شدن. نکنید یک نمونه هست که بهشون میگن رادیاتورهای کلاسیک. اینا توی رادیاتورهای کلاسیک برای اتصال جنت به خود رادیاتور از این مدل جنت استفاده شده. به اینا میگن جنت‌های پیچی که یه دونه اورینگ هم داره، میبینید؟ ولی این مدل‌های کلاسیک معمولاً از این ناحیه دچار نشتی و به اصطلاح ایراد میشن. اگر رادیاتور ماشین تو خواستی عوض کنی از این مدل نصب کن. فقط کافیه رادیاتور رو که شما دارید عوض میکنید دو تا دونه جنت هم براش بگیرید و جنت ها رو با بست باید نصب کنید. خود ایران خودرو هم اومد توی ماشین های مدل بالاش این مدل های کلاسیک رو گذاشت کنار. چرا؟ چون که اینا زیاد نشتی به هم میزنن. شما میای رادیاتور ماشینت رو تعویض میکنی، بعد از چند وقت دوباره ماشینت به اصطلاح رادیاتورش به نشتی میفته و کار دستت میده. اگر خواستی عوض کنی از این مدل نصب کن. بهشون بگو آقا رادیاتور با بست، به اینا میگن رادیاتورهای بستی، یه جنت میاد سوار میشه روش به این صورت، این جنت میاد به این صورت نصب میشه، یه دونه بستم درست حسابی میبندید روش، خیالتون دیگه راحت میشه. اگر ما رو اتفاقی دیدید اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، نظراتتون رو برامون کامنت کنید، اگه ویدیوهامون براتون مفیده لایکش کنید. انشالله هیچ وقت توی ایران نمونید. هر جا هستید شاد و پیروز باشید. دمتون گرم.